به اینم نگاه بکنم چطور؟ بلش کن که صحبت های مقدماتی ما اصلی نبودن صحبت ها مقدماتی ما بود نه من با شما موافقم زرشت من با شما مخالفم زرشت این بیپ تکسی تو خاموش کنید از اصلا منو رو کرد ای بیپ 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 چرا باید در چه کجا درباره من داری صحبت؟ <تصفح> نه، من, با <تصفح> من با شما مخالفم سلام به همه شما دوستان عزیزی که باز هم بیننده برنامه خودتون من با شما مخالفم. هستید در یک روز زیبایی دیگه به اتفاق دکتر ساسان توسلی با شما دوستان عزیزم هستیم سلام دکتر خوب سلام عزیزم بم. سلام عرض می‌کنم به شما بینندگان عزیز این برنامه امیدوارم که با ما توی این هفته های گذشته عزیزان بوده باشن ده. و هنوز صحبت ما ادامه داره هنوز صحبت‌های مهم رو ده. داریم با هم انجام بدیم ولی امیدوارم که درسای ما تونسته باشه کمکی باشه توی روابط خودشون. بله. تونسته باشیم خود بندم تونسته باشیم که اینا رو عمل کنیم، تمرین کنیم توی اختلافاتی که پیش میاد. خلاصه خوشحالم که داریم این سری رو با هم یواش یواش به طرف خاتمه نزدیک میشیم ولی داریم با هم ادامه میدیم هنوز صحبت های مهمی که باقی مونده. همچنین به موضوع خیلی خوبی اشاره کردین دکتر ساسان به خاطر اینکه ما این درسایی رو که با هم داریم انجام میدیم و منم خیلی یاد گرفتم. صورا من برای بیننده هامون اینه که تو چقدر تونستید موفق موفق شدید این گفته ها رو این همه این صحبت ها رو توی زندگیتون عملی بکنید و استفاده بکنید از چیزهایی که در این برنامه در موردشون صحبت کردیم از سوالاتی که پرسیدیم از راه حل هایی که در موردشون صحبت کردیم برای اینکه بتونیم مخالفت های خودمون رو خیلی صلح آمیز حل بکنیم یا به گفتگو بپردازیم با دیگران <applause> و من جا داره که همین از شما دوستان عزیزی که برنامه ها رو دنبال کنید تقاضا بکنم که حتما سری به شبکه پارس بزنید اگر این یکی از برنامه های مورد علاقه شماست و یا تجربه دارید که میخواید در این مورد با ما در میون بذارید اون رو برای ما ارسال بکنید ما این پیام های شما رو شهادت های شما رو سوالات شما رو دریافت میکنیم و در حقیقت در برنامه های آینده حالا با دکتر ساسان توسلی که همیشه به فکر برنامه های جدید و تعلیمات جدید هستند در فکر این خواهیم بود که چطور خیلی از سوالات شما دوستان عزیز رو مورد بررسی قرار بدیم بسیار حالا توی این برنامه نیکو جان من به نظرم داریم از کتاب رو داریم جلو میریم فصل به فصل الان هنوز تیچ کتاب هست ای بک تو دیفر که ما به فارسی داریم ترجمه میکنیم من با شما مخالفم تیم میولهاف نویسنده این کتاب هست تا حالا سه تا سوال رو تیم میولهاف مطرح کرده که وقتی برای وقتی داری به طور سازنده توی یه گفتگو با کسی که با تو مخالفه جلو میری تا حالا سه تا سوال رو مطرح کردیم این سه تا سوال چی بودن تا حالا اول اینکه چرا اون شخص این باور رو نه چه باوری رو اون شخص داره بفهمیم باور اون شخص و اعتقاد اون شخص رو حالا اون میتونه همون اعتقادی باشه که ما باهاش مخالفیم بعد چرا به اونجا رسیده چی باعث شده که برسه به این باور این اعتقاد این نظر و بعد حالا در این بین چه جاهایی هستش که من میتونم وجه مشترکی با این شخص و نظریه های اون داشته باره. باشم تا حالا از چارت گفتیم که نویسنده چهار تا سوال مطرح میکنه بله. هنوز تو این جلسه به سوال چهارمش نمیخوایم برسیم ولی اینجا نویسنده خودش یه مک عکسی میکنه و یه فصلی رو به حالت پرانتزی اینجا مطرح میکنه مهمه. و... که مهمه که مهمه که سوالی که برای خیلی ها مطرح میشه وقتی به یکی میگه که من, من وقتی با یکی مخالفم میگه آقا این سه تا سوالش که تا حالا از چهار تا تا حالا سه اولیش که پس من کی حرفمو بزنم من کی خودم رو ثابت کنم چون هن... همش تاکید تا حالا رو چی بوده طرف مقابل گوش کن ببین چی میگه دقیقا فهمیدی که داره چی میگه گوش کن ببین چرا به این نتیجه رسیده چه تجربه های پشت اون شخص اون رو شکل داده و بگرد ببین, بگر ببین, ببین جا چه جاهایی با هم مشترکی بله. پس اون جایی که من حالا باید خودم رو بهش ثابت کنم که من راست میگم اون اشتباه میگه هنوز بهش نرسیدیم و برای بعضی خیلی سوال میشه یعنی هممون انقدر حوصله نداریم که توی صحبت اینقدر توجهمون به کس دیگه باشه زود میخوایم که بشنویم طرف مخالف ما چی گفته و زود میخوایم چیکار کنیم جوابشو بدیم جوابشو بدیم خودمون رو ثابت کنیم از خودمون دفاع بکنیم بگیم چرا من درست میگم تو اشتباه میگی ولی هنوز همچین صحبتی رو ما مطرح نکردیم درست است. چقدر هم سخته برای ما اح... یعنی در حقیقت ما در تمام این جلسه هایی که بودیم در مورد صحبت کردیم که ما هیچی نگیم فقط اول بررسی کنیم بشنویم حالا میخوایم صحبت کنیم حالا ما هیچی نگیم هم سوال بپرسیم با بله. بچه مشترکمون ولی اینجا حالا میخوایم این پرانتز رو باز کنیم که نویسنده میخواد از این منطقش دفاع بکنه واسه <applause> همینه که این ستا سوال رو باید پله به پله جلو بیاییم میگه که بر طبق چه منطقی من انقدر باید صبور باشم زود نخوام خودم و حالا نظر خودم رو مطرح کنم از خودم دفاع بکنم حقانیت خودم رو نشون بدم نشون بدم که تو داری اشتباه میکنی بر طبق چه منطقی چرا ما انقدر داریم وقت میذاریم برای اینکه این سه سوال رو مطرح کنیم پس این جلسه ای امروز ما هست که چرا این سه سوال رو به ترتیب مطرح کردن مهمه قبل از اینکه وارد سوال آخر بشیم خب اینجا ببینید امیدوارم کسی تا حالا تو این برنامه ها نیومده باشه که فکر کنه ما میخوایم بهش یه راهی رو یاد بدیم وقتی با یکی مخالفه که چطوری توی اون بحث پیروز بشه هدف ما این نیست که چارت تا تکنیک به تو یاد بدین که پیروز بشه که تو توی ها بتونی شخص مخالفت رو قانع بکنی از خودت دفاع بکنی و شخص مقابل رو قانع بکنی این هدف نیست هدف گفتگوی سالمه مسالمت آمیزه و این گفتگو چطوری ادامه پیدا کنه توی یک رابطه دوستانه نه با جنگ و دعوا و قهر کردن و واقعیت اینه اگر مقصود ما اینه که طرف قانم بشه آخرش خب بعضی اوقات ما دوست داریم که واقعا چون باور داریم که طرف اشتباه داره فکر میکنه ولی خب به نظر و اختلافمون احترام میذاریم اگر بتونیم همونطور که شما گفتین که هدف این برنامه است مخالفتمون رو مسالمت آمیز و صلحجویانه پیش ببریم و در موردش صحبت بکنیم رو و به گفتگو بپردازیم در انتها اون شخص میتونه خودش این تصمیم رو بگیره که من دیگه واقعا مخالف نیستم با بلی. نیکو یا با دکتر سارسان یا با هر کس دیگه و با ما موافقت بکنه یعنی ما میتونیم به اون مقصودمون از این راه برس اجازه بدیم اون شخص خودش این تصمیم رو بگیره و در ذهنش به این نتیجه برسه که من دیگه با نیکو مخالف نیستم و یا برعکس بلی. من دیگه با اون شخص مخالف آره. نیستم ولی میگم تاکید نویسنده اینه که شاید در آخر حالا حالا هم به همچین نتیجه مرسیم. نرسیم ولی همین اینی که فضا فضای سالم در رو برای گفتگوی سالم دراز مدت باز نگه میداری این خودش قدم مهمی که زندگی بله. و این البته صحبت ما یه پیشفرزی داره که اون کسی که باش مخالف هستی میتونی باش در دراز مدت در گفتگو باشی فقط این نیست که تو خیابون داری را میدی با یکی مخالفی ولی به خصوص من این رو میخوام اینجا مطرح بکنم در رابطه زناشویی در رابطه با فرزندامون در رابطه با اعضای خانواده توی کلیسا تو محیط کار کسانی که رابطه هامون بالاخره دراز مدت باشون و توی مخالفت ها به جای میگم قهر و تلخی و اینکه همش من میخوام حقانیت خودم رو به ثابت کنم حرف خودم رو به کرسی بشونم چطوری با فروتنی به تو اجازه بدیم که در وقت طولانیتری به طرف تفاهم یکدیگه حرکت کنیم داره. چه در آخر تونستیم یکی یکی رو دیگه قانع کنه چه در آخر حتی به اون نتیجه هم نرسی. نرسی. حالا فصل این و, بذار اینجا من لب کلامو بگم من تو لب کلام گفتن خیلی مخارب دارم <تصفح> من... نه لب کلام لب کلام و تیچش هست the rule of reciprocation یعنی yani چی قانون چی چی عمل متقابل <تصفح> <تصفح> یعنی اون کاری که یه نفر انجام میده بعدا ما برای اونم انجام بدیم آره. همون کارو قانون عمل متقابل و زیرنویسش هست چرا پله های یک تا سه واقعا جواب میده Why steps one through three work؟ این سوال یاد... واقعا چرا جواب میده؟ قبل از اینکه وارد بحثش بشیم بله. شاید به خاطر اینه که وقتی که من گوش بدم اهمیت بدم دنبال وچه مشترک بگردم انقدر توجه و محبت و صبوری از خودم نشون بدم وقتی نوبت من میشه که صحبت بکنم اون طرف هم همین رو به من میده شما, شما توی لب کلام گفتن رو دست بنده زدی دقیقا همینه که آقا وقتی تو یعنی و کلام خداست و تحقیقات دیگه در جامعه شناسی این رو نشون میده که تو وقتی محبت میکنی اون طرف هم تشویق میشه به محبت کردن به تو تو وقتی احترام میذاری اون شخص هم تشویق میشه به احترام گذاشتن به تو بله. پس یعنی لب کلام اینه که تو مسیح میگه همونطوری که میخوای دیگران با تو رفتار کنن با دیگران رفتار کنی اینی که این عمل متقابل تو دوست داری درک بشی خب تو هم یکی دیگر رو درک بکن تو دوست داری که کسی به تو بی نکنه حرف تو رو قطع نکنه تو هم حرف کسی دیگه رو قطع نکن بهش بی ادبی نکن پس صحبت قانون عمل متقابل اینه که وقتی با یک روحیه ی باز با یک روحیه ی فروتن با یک روحیه که واقعا میخوای طرف رو بشناسی کنجکاوی به طور سالم نه فضولی رو نمیگم حرفهای بله. زنکی ولی میخوای که طرف خودش رو به تو باز بکنه اون موقع طرف هم میگه خب تو هم به من داستان تو بگو تو هم عقیدت رو به من بگو تو هم به من بگو چرا به این رسیدی پس میخوام بگم این لب کلام این صحبت هاست که حالا میخوایم یه مقدار بیشتر بازش بکنیم میخوای با مثال اولی که خود نویسنده میاره صحبت رو ادامه بدیم بله یکی از مثال های خیلی قشنگی که من دوست دارم در مورد سفریه که رفته بودم به مسکو به روسیه و اونجا خیلی هم زمستون سردی داشته و در هتلی که این افراد میرن تا اینکه بمونن توش یه خانمی بود که خیلی خیلی بد اخلاق بود یعنی مدیر این هتل اصلا آدم خوشرویی نبود یه خانم خیلی مسنی بود که اصلا خوشرو نبود و اصلا از روز با اخم و تخمینا رو تحویل توی هتل پیش خودشون گفتن الان این چند روز ما باید اینو تحمل بکنیم و بعد این خانم با اینکه کلا یه خوردم مسن بود و خیلی اخم و تخم می‌کرد ولی خب این افراد هم اینجوری تحملش کردن ولی خیلی رابطه خوبی نداشتن باهاش به خاطر این برخوردش تا اینکه یه روز خیلی سرد مسکو و زمستونای روسیه هم خیلی سرد باد شدید میاد برف و بوران و یه روز که داشتن می‌رفتن این توریستا این آم 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 کسایی که اومده بودن بازی بکنن که توی هتل بودن می‌خواستن برن بیرون دیدن که یه ماشین توی برف گیر کرده و میان کمک می‌کنن همه چند نفری و این ماشین از برف تکون میدن بیرون و کمک میکنن به راننده همین که پنجره میکشه پایین که بگه دست شما درد نکنه یا همون سپاسیبا خلاصه میبینه ای این خانومه که توی ماشین نشسته که این افراد بهش کمک کردن همون خانم مسن بعد اخلاقه بعد از اون صبح روز بعد اخلاق اون مدیر کاملا عوض شده لبخند میزد اینا رو تحویل میگرفت به خاطر اینکه دیروز ماشینش از توی برف اومده بودن بیرون و این خیلی خصوصا در فرهنگ ما فارسی زبان ها حالا در ایران ولی بیشتر در افغانستان تاجیکستان هم یه همچین چیزایی هست و یا دیگر کشورهای میانه وقتی یه نفر یه کاری برای ما انجام میده ما خیلی خودمون رو موظف میدونیم که ما هم در عوض با محبت خوبی به اون طرف تحویل بدیم و وقتی یه نفر مثلا همیشه به ما محبت میکنه حتی یه بارم اگه یه جوری میخوایم یه کاری بکنیم و میدونیم که شاید نرفش میگیم نه مثلا فلانی حقش نیست همیشه با من خیلی خوب بود دقیقا. این دقیقا لب کلام این داستان هستش و من میخوام که تو این قسمت که دق... این قسمت اولمون داره تموم میشه دو تا مثال تو ذهنم اومد من مثالام الان به خاطر این کنفرانسی که قبل از اینکه بیام قبرس بودم <applause> همه مثالام رب به موضوع اسلام و مسیحیت داره همیشه فکرم اینطوری کار نمیکنه ولی میخوام دو تا مثال بیارم توی یک کنفرانسی بودم تازیری یه دوستم که از زمینه اسلامی مسیحی شده و کیشی شده در یک دهات بورکینوف... بورکینوفاسو میگیم. بورکینوفاسو بله. یک کشور خیلی بله. فقیر آفریقاست و الان یک کدیسایی دارن توی یک جامعه که اکثرا خب مسلمان هستند. و بعد داشت به ما عکسش رو نشون میداد که یک مسجدی توی اون دهات بورکینافاسا که سقف این مسجد خیلی چی شده بود سوراخ سوراخ بود و بارون وقتی می اومد اونجا کسی نمیتونست بره مسجد به خاطر اینکه آب میریخ از سقف بله و این جامعه مسیحی کوچیک رفت یه نفر رو استخدام کرد و اومد این سقف مسجد رو تعمیر کرد که اون جامعه اسلامی بتونه توی فصل بارونی هم از مسجد محل استفاده بکنه و یک اینقدر من لمس شدم که چه حرکت قشنگی به همسایه های مسلمونشون این گروه مسیح انجام دادن و بعد این کشی شهادت داد که به خاطر این محبت چقدر رابطه جامعه اسلامی با جامعه مسیحی توی دعادش تو برکینافسا رابطه سالمتر و سازنده تری شد به خاطر این محبت حالا میخوام یه مثالم از یک محبت از جامعه اسلامی بگم که همش یه طرفه نباشه مثالای من این رابطه توی یه کنفرانس دیگه توی کشور کنیا توی یک از این حالا شهرها یا دهاتای کنیا یه سری از مسلمونهای های افراتی اومدن و یه کلیسا رو حمله کردن خراب کردن آتیش زدن از این کارهایی که متاسفانه خیلی داره تو دنیای ما اتفاق میفته و بعد مسجد اصلی اون شهر و جامعه اسلامی اون شهر انقدر از عمل این افراد متعصب مذهبی ناراحت بودن که هزاران دلار علی رغم محدودیت مالی خودشون یه چیزی بوده 15000 دلار مسجد اون شهر جمع کرد که مسلمون های اون مسجد اومدن اون کلیسا رو تعمیر کردن علا رقمی که یک سری افراد متعصب مذهبی اون کلیسا رو آتیف سده خراب, خراب, خراب کرده بودن و اینجا این مسجد اومد محبتش رو احترامش رو نشون داد به اعضای این کلیسا و دوباره چقدر باعث شد که رابطه بین جامعه اسلامی و مسیحی تو اون شهر تو کنیا دوباره بنا پس چه این صحبت ایسای مسیحه که آقا خوبی کن محبت کن نه بدی رو با بدی جواب نده بلکه سعی کن خوب با خوبی روی بدی غلبه بکنی و توی صحبت با یه شخصی که با ما مخالفه همین اصلا صدق میکنه که وقتی چون خیلی گفتیم تو جلسات قبل خیلی میتونه آتیش عصبانیت در ما زود بلند بشه ولی عصبانیت رو تو با عصبانیت جواب نده بله. اخ با تو با اخ جواب نده و وقتی تو با مهربونی با روی باز برخورد میکنی امکان اینکه این گفتگوی سالم ادامه پیدا بکنه با عکس عمل مثبت طرف مقابل هم خیلی زیاده حالا صحبت های دیگه ای داریم که بله. تو قسمت بعد با هم ادامه میدیم بسیار عالی خیلی ممنون مرسی دوستان عزیز با هم یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت همچنان در خدمتتون هستیم پس جایی نرید و با ما باشید من با, با شما مخالف مخالفم هم. چرا باید در مورد مخالفت ها صحبت کرد؟ چطور مخالفت ها رو با صلح و محبت به میدان گفتگوی سازنده بیاریم و در نتیجه با هم گامی به جلو برداریم تا دوستانه مخالفت کنیم و, و صادقانه موافقت کنیم در این برنامه به نکات عملی اشاره می کنیم که به ما کمک می تا با اونهایی که باهاشون مخالف هستیم با دوستی و حکمت برخورد کنیم من, من با شما, با شما مخالفم, مخالفم. بله دوستان عزیز همچنان با شما هستیم با ادامه بحثمون با دکتر ساسان توسلی میفرمایید بسیار خوب شما خودت خیلی قشنگ این نکته رو خیلی مختصر مفید گفتی که صحبت نویسنده رو داریم ادامه میدیم از این فصل که این قانون عمل متقابل در فرهنگ بشری که خیلی از جامعه شناسا و انسان شناسا که فرهنگ ها و تمدن های بشری رو مطالعه کردن به این نتیجه رسیدن که تو همه فرهنگ ها این وجود داره که تو وقتی یک کاری رو واسه یه کسی میکنی اون شخص هم احساس میکنه که باید یک محبت متقابل نشون بده و بله. توی جامعه ایرانی هم این که خدا رو شد قسمت زیبایی از جامعه ایرانی ما هستش های گفته قشنگی دارن که من دوستم تقسیم بکنم هیچ چیزی است هدیه ای که همینجوری فری رایگان داده بشه نیست <applause> یعنی شما رو در یک موقعیت قرار میگیری که چون اینو مجانی بهتون دادن رایگان بدون بعد کاری بکنید آره قشنگه، قشنگ. حالا یه چیز همین رو همین نکته ای که این عمل متقابل چقدر تاثیر میذاره توی ارتباطات ما با دیگران یه مثالی میاره از یه تحقیقی که در دانشگاه کورنل یک استاد در دانشگاه کرنل آمریکا این رو انجام میده واسم خیلی جالب بود دو نفر رو تو استاد این دانشگاه تعیین کرده بود برای فروختن آره. اون ها های مثلا بلیت های چی میقره کشی آره. یه گروه آدما نشسته بودن دو نفر آدم داشتن بلیت میخواستن بلیت قرعه کشی بفروشن بله. افرادی که مثلا تو یه سالن نشستن یکیشون از این اشخاص خیلی با ادب و احترام با همه افراد برخورد میکنه و یه مقدار کم بلیت قرعه کشی میفروشه در آخر به این یعنی بله. نمیخرن ازش خیلی یه خره. خره. یه شخص دیگه یه مقدار با بیادبی و تندی و یا حالتهای پرخاشی باشون برخورد میکنه ولی اون بیشتر بلیت فروخت به اون تعدادی که تو اون سالن نشسته بودن تا کسی که خیلی معدب و مهربون و با ادب بود ولی اون کسی که پرخاشگری کرده بود یه مقدار بیادبی و تندی از خودش نشون داده بود قبل از اینکه بلیت بخت آزمایی بفروشه به مردم رفته بود واسه شون نوشابه خریده بود و به طور مجانی بهشون نوشابه داده بود مم. و چون مردم حس کردند که این آقا علا رقم که یه مقدار بیادبه بهشون یک نوشابه داده احساس کردن که پس اینا هم باید تا بلیت بخت بخرن درسته. یا حالت قدانی <applause> همین صحبتی که تو از مثال ژاپنی آوردی که وقتی چیزی به بت... رایگان داده میشه یه احساس میکنی که منم باید یه کاری متقابل برای این شخص بکنم بله متاسفانه در فرهنگ ما خیلی زیاده و ما در فارسی اینو در... متاسفانه داریم میگیم متاسفانه میگم به خاطر اینکه بعضی اوقات خیلی خوبه آه. ولی بعضی اوقات هم مثل میمونه که شما داری امتیاز میزه یکی 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 آها، آه. آه. دیگه آدم خسته میشه بله. از این مسئله همش احساس میکنه وای خدا نکنه کسی بهمون همون محبت بکنه چون ما مجبور میشیم محبت بکنیم اینو خیلی اینو قشنگ گفت اینو حالا نویسنده چون با فرهنگ ما آشنا عشنانی. نیست اینو زیاد اینجاست که اینجا اینجاست که خیلی حرف قشنگ بود اینجا صحبت نیته که با چه نیتی داری این کار رو میکنی یعنی خودش بعدا توی این فصل میگه که یه اعتراضی که به این صحبت میتونه یکی بکنه اینه که آقا شما داری مردم رو منیپیولیت میکنی مردم رو سو استفاده میکنی سو از استفاده به فارسی میگی مثلا من طرف رو نمگیر کردم بله. و اون نیت بدیه ما برای نمکگیر کردن این حرفا رو نمیزنیم حالا یه آیه میخوام از کتاب مقدس بعدا بخونیم از رومیان درباره احترام به دیگران پس صحبت این نیست که چطوری یکی رو مدیون خودم بکنم چطوری یکی رو نمکگیر بکنم یا این بدبستونهای های ارتباطی که داریم تو فرهنگ ایرانی اون قسمت تاسفشه که مثلا حالا اینی که میگی مثلا من یادمه چقدر ایرانیا به خاطر تعارف و این بساد خودشون عذاب میدن مثلا توی سوقات خریدن وای یک شایده. مسافر میره ایران میگه که من صد تا فامیل دارم بعد واسه همشون سوقات بخرم بعد چقدر افراد تو عذابن برای خرج که واسه سوقات میشه بعد تازه با هزار و یک بدبختی رفتی سوغات خریدی بردی بعد از وقتی رفتی واسه یه سفر کوتاه باید یه عالم بری این اونور بر خونه مردم سوغات بدی حالا خیلی وقتا سوغات بالاخره شاید یه چیز کوچیکی باشه اون کسی که سوغات گرفته میگه وای این چه کادوی کوچولیه این یعنی چی از خارج آورده آره این چه چیز قلابیه هر دو طرف تو دلشون ناراضی ولی به خاطر این رسم و رسومایی که من باید برم سوغات بدم چون اون دفعه پیش رفته بود سفر واسم سوغات آورده بود من صحبت این نوع مسائل رو نمی کنم بله 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 اجازه ولی اینکه آقا مسیح حالا ما من به عنوان مسیح اینجا ما داریم دا صحبت میکنیم که مسیح میگه بده بدونی که درخواست پاداش داشته باشی پس صحبت بازی کردن با دقیقا. احساسات و عواطف مردم نیست، مانیپوله کردن نیست، ولی صحبتیه که کلام خدا ما رو دعوت میکنه که خودت یه آیه خوندی خیلی اوایل این سری که خوشا به حال صلح کنندگان، زیرا فرزندان خداوندامی دانند. آره پس ماشد. این دعوت به این که آقا تو صلح و دنبال کن، تو یک فضای دوستانه رو دنبال کن، تو دنبال دشمنی نباش، تو دنبال این باش که آشتی به وجود بیاد، دنبال این باش که تفاهم به وجود بیاد، دنبال درک و دوستی باش، نه دنبال این که بیشتر آتش رو داغ بکنی و جدایی و دشمنی به وجود بیاری این چون این بل. شخصی <تصفح> که اون قرعه کشی بلیت قرعه <تصفح> کشی رو میفروخ اون نوشابه رو خرید به خاطر اینکه زیاد فروش بکنه منظورم اینه من که ما بل. این کارو نکنیم یعنی از به افراد محبت نکنیم که اونا به حرف ما گوش بدن یا یه کاری برامون بکنن بل. چون من خیلی دیدم خیلی شنیدم و خودم هم میگم بازم برای خودمون هم هست شاید خودمون هم این کارو میکنیم بعضی وقات محبت بیش از اندازه به یه عده میکنیم بعد میگیم خب یه جای به دردمون میخوره آره یعنی ببین مثالی که نویسنده میاره اینو داره نشون میده که توی روابط اجتماعی این مثال صدق میکنه بله. حالا یکی میتونه ازش سوء استفاده کنه واسه فروختن یه جنس یکی میتونه با نیت درست ازش این رو انجام بده بله. صحبت اینه که آیا من این کارو میکنم چون دنبال به وجود آوردن دوستی هستم به وجود آوردن صلح و آشتی هستم یا میخوام استفاده بکنم بعدا از این ارتباط داره داره. این دقیقا. این این نکته خیلی قشنگ و خیلی ممنونم که این رو مطرح کردی و یه مثال دیگه میاره از جنگ جهانی اول که یه نفر پرید توی چیز اون سنگر سنگر بله. یه سرباز آلمانی و سرباز آلمانی داشت قضا میخورد اون کسی که اومد که سرباز آلمانی رو بکشه سرباز آلمانی بهش یه تیکه نون داد نونی که داشت واسه قضاش میخورد و اون یکی سربازه اصلا بلند شد رفت از سنگر بیرون یعنی وقتی که یه محبتی نشون میدی من خودم یه داستان دیگه الان تو ذهنم اومد یه خانومی که خونش بود و یه نفر یا مرد قاتل اومد تو خونش و این خانم بلند شد و خیلی با مهربونی به مرد گفتش که به جای اینکه قول بشه خب خطرناک مرده میتونست بهش تجاوز کنه بکشه هزار یک مشکل به وجود بیاره این زن با مهربونی و محبت با شروع کرد و صحبت کردن و اون مرد آروم شد و تونست که این زن بدون خطر از این داستان بگذاری یعنی اینکه ما بالاخره خیلی وقتا این واقعا جواب میده وقتی با محبت برخورد میکنیم محبت رو هم دریافت میکنیم حالا اینجا نویسنده صحبت که کلام خدا رو میکنه آیاتی من فقط یه آیه میخوام شد تو نگاه بکنی لطفا برامون قلاتیان فصل 6 آیه 10 رو لطفا بخون برامون کلام خدا اینطور میگه پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند پس به همه نیکی کنیم حالا و, حتی به خصوص هم اعضای خانواده ایم حالا واسه ما مسیحا که اینقدر میتونه دعواهای الهیاتی به وجود بیاد و فرقه به وجود بیاد این آیه خیلی, خیلی مهم مهمی مهمی هستش هستن. بعد قلاتی ها 6 هفتم لطفا بخون فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد آره این کرد. پس اینجا این اصل رو میگه که آقا تو اگر محبت رو بکاری اگر درک رو بکاری اگر احترام رو بکاری محبت و درک و احترام متقابل رو هم دریافت, خواهی کرد این اینجا دلیل این اصل هست و حالا میگه که حالا اینجا تو دقایق آخر خیلی میخوام یه صحبت های کاربردی بکنیم نویسنده میگه که applying the rule of reciprocation to our strategy حالا چطوری توی این استراتژی گفتگو کاربرد این قانون عمل متقابل چیه این نکته خیلی مهمه میخوام عزیزان توجه بکنن عزیزان بیننده خیلی مهمه میگه start the conversation right گفتگو رو اصلا باید درست شروع کنی. شروع بکنیم عزیزان تحقیقات نشون داده که اولین دقیقه یک گفتگو تن تمام اون گفتگو رو م... چیز میکنه شکل هدایت میده. میکنه آره، بله. تون، تون درست میگه یا همون لحنو لحنو. یا آها. اون سمتی که داره میره آره اولین دقیقه برخورد شکل میده به جهت گفتگو مثلا اگر من بشینم با یک حالت پرخاشگری و عصبانیت نیکو شنیدم تو این حرف رو زدی درست این حرف همین حالت عصبانیت خب آدم میره توی دفاع توی جپه گرفتن مسته. تو همچین احساس نمیکنی که من تو رو دارم دعوت می کنم که با خیال راحت حرف تو بزنی پس اون دقایق اول که تو داری خودت رو چطوری به طرف معرفی می کنی به عنوان یک آدم حملگر عصبانی دشمن مخالف یا به عنوان کسی که میخوای باش آشنا بشی با دیدگاهش با زمینه های فکریش و شخصیتش ده ده. این پس دقیقه اول یک گفتگو اگر خوب بنا بشه مسیر گفتگو خوب جلو میره اگر خراب بنا بشه مسیر گفتگو خیلی خراب میشه و اگر تو بشینی صحبت رو شروع کنی با اینکه بخوای عقیده خودت رو به دیگری تحمیل کنی یا بخوای نشون بدی که کجا اون اشتباه میگه و تو درست میگی جو گفتگو به مسیر بعد خواهد رفت ولی اگر با یه حالتی که میخوای همدلی رو پیدا بکنی یک طرف یک دلی و همدلی و درک حرکت کنی اون شخصم شکوفا میشه باز میشه و خودش رو به تو بهتر معرفی میکنه. پس این نکته اول که شروع یک گفتگو و همون دقایق اول میتونه تمام اون گفتگو رو شک بده دقیقا. من خودم این تجربه رو با دخترم توی یه سری اختلافات که وقتی نشستم و با حالت ریلکس بدونی که در دردر... تشنج داشته آره بد... بدون... که یعنی دستن... که حالا یه کلمه جد قویه ولی بدونی که خیلی چیز باشم تنس باشم استرس داشته که <laughs> ولی یه حالت چون دخترم قشن میدونه که حالا میتونم یه حرف رو خیلی معدبانه شروع کنم ولی در درون خودم تنسم یه مقدار سفتم میدونه که مثلا ناراحتم عصبانیم ولی حالا دارم خودم رو کنترل میکنم ولی اون حالتم رو میفهمه من وقتی اگه بخوام اونطوری باش صحبت کنم اونم دیوار دفاعیش بالاست گوش نمیده ولی وقتی که واقعا بدونه که نه راحت نشستم با یه خیال خیلی ریلکس و واقعا میخوام بهتر بشنوم. بشنوم و بشناسمش خیلی صحبتامون بنا کننده تر بوده این پس نکته اول شروع باید درست باشه و بعد میگه که چیزه واقعا ایمان داشته باش که این از کار میکنه اون چیزی که بکاری درو خواهی کرد اینجا نقل قول میکنه میگه که همین میگه که اگر محب... اونایی که محبت میکنن بهشون محبت میشه اونایی که نفرت نشون میدن افراد بهشون نفرت نشون میدن اونایی که بخشنده هستن بخشیده میشن پس اینی که واقعا این عکس متقابل واقعا جواب میده و در آخر میگه میگه هدف اینجا سر یکی رو کلا گذاشتن نیست سو استفاده از یک محبت نیست اینجا میخوام لطفا رومیان دوازده ده رو برامون بخونیم بله آیه که میخونیم رومیان دوازده ده میگه یک دیگر را با محبت مسیحایی دوست بدارید و هر کس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید این اصلیه که ما دنبالش محبت مسیحایی و احترام به کس دیگه حتی میگه بیشتر از احترام بیشتر دلست. از خود این دیگه خیلی کار سختیه ولی اینکه با حتی این فقط برای چیز نیست فقط برای کسایی که با تو موافق نیستن نیست این آیه دلست. برای همه و چقدر مهمه که ما این آیه رو فراموش نکنیم حتی توی اون درگیری هایی که با یکی مخالفیم فراموش نکن محبت مسیحوارانه و احترام قسمتی از احترام ما صحبت ما قسمتی از احترام و یه مثال در آخر میاره مثال خیلی قشنگی است قبل از اینکه اوباما رئیس جمهور آمریکا بشه ریک وارن نویسنده کتاب زندگی هدفمند که برادرمون منصور خاجپور هم این کتاب رو ترجمه کردن و دارن درس میدن این کتاب رو ریک وارن اوباما رو دعوت کرد کلیسای خودش که یک سخنرانی بکنه و خیلی ها به ریک وارن انتقاد کردن که اوباما یه سری ارزش های اوباما به خصوص درباره مسائلی مثل سخت جنین مخالف ارزش های کلیسای ماست و مسیحیت تو چه این دعوت کردی؟ ریک وارن گفت من میخوام که به ایشون فرصت بدین خودش رو به ما معرفی کنه و با خیلی احترام با اوباما برخورد کرد وقتی اوباما هم رئیس جمهور شد از ریک خواست که بیاد و براش دعا بکنه روز روز اینوگریشن اوباما و خیلی حالا به اوباما انتقاد کردن که تو چرا یکی شیش انجیلی رو دعوت کردی که بیاد برای تو دعا بکنه ولی اینکه دو نفر که با هم اختلافات خیلی عمیقی سر موضوعاتی داشتن ولی به خاطر احترام نشون دادن انسانیت و محبت خیلی تونستن رابطه خوبی با هم دیگه برقرار کنن و توی هایی حتی با هم همکاری کردن هر دوشون بر جلوی رشد ایدز در آفریقا براشون یک ارزش درسته. مهمی بود تو این زمینه با هم همکاری کردن درسته. سر سخت جنین با هم مخالفیم ولی سر روبرو شدن با ایز میتونیم با هم همکاری داشته باشیم درسته. پس با این مثال تموم میکنه این فصلو و ما مسیح بعد اینو بشنویم چون خیلی وقتا ما زود جبهه میگیریم درسته. با کسی که با ما مخالفه و میخوایم خیلی شدید میخوایم برخورد کنیم به جای اینکه با قدرت روح خدا وسیله باشیم که محبت مسیح رو به دیگران نشون بدیم دقیقا خیلی ممنون مفرد. مرسی امیدوارم که شما عزیزان از برنامه امروز ما لذت برده باشیم و نهایت استفاده رو هم برده باشین باشه که واقعا با محبت با همدیگه رفتار بکنیم و امیدوارم که شما دوستان عزیز همه این راه حل ها همه این صحبت ها رو سعی بکنین در زندگی روزمره خودتون به کار بگیرین و حتما با ما در میون بذارین که چه تجربه های رو دارید ما از شما خدافزی میکنیم اما حتما برنامه های بعدی من با شما مخالفم رو دنبال بکنید تا اینکه صحبت های بیشتر ما رو هم بشنوید همین شما دوستان خوبم رو به خداوند بزرگ و مهربون میسپاریم خدا نگهدارتون